چطورین؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از واکنش ویدیوهای کانال خودتون فشن فور لایف. توی این ویدیو قرار ترک آخر آلبومه پوملون از کوروش به اسم TDK رو با هم دیگه گوش کنیم، یه جمع‌بندی ریز و بعد از اولین پسا اولین بار شنیدن داشته باشیم از آلبوم و همینجور راجع به ترک هم راجع به آلبوم صحبت کنیم. لینک موزیک رو گذاشتم من توی دیسکریپشن از ساوندکلاود کوریوانس یا از سایر پلتفرم‌های کوروش. امروز دیدم که یوتیوب هم آپلودشون کرده، میتونید گوش کنید. نمیدونم چرا تا الان آپلود نکرده بود، چون یوتیوب دیگه ساوندکلاود که راحت‌تر مونتیزه میشه. و حالا خوش به تو چه فرق شد فور لایف؟ میدونی به من چه؟ دلم میسوزه. به هر حال از پلتفرم کوروش میتونید گوش کنید. لینک یوتیوب دلون هم من میذارم توی دیسکریپشن کانال من و رامتینه، به اونجا سر بزنید. کانتنت های خارج از رپ فارسی اونجا هست. لینک کانال استمره که کانال من و نیما هست رو هم میذارم توی دیسکریپشن. میتونید به کانال من و نیما هم سر بزنید و ببینید چیه دیگه. استمره یه پادکست فری فرمه، هودی هم قابل سفارش از استمره.com. اگر فورگنگ کارو با چی تو کامنت میریم با هم دیگه میشنویم TDK رو از کوری وانس با پرودکشنی متریکال و سم باجلان. میخوام ایستاده گوش کنم این ترک. ای کوروش چقدر اینسپای... ای بذار درامنان رو ببینم. اینه آترو آلبوم پسر مریم خلصه، کل اینه آتروی آلبوم شاخ قرمز پوتک. یه بیت بومبپ که قراره روش سخنرانی طور چی میگم، قراره خیلی خیلی بی پرده. ترک نیست انگار، الان نمیدونم کجا دارم میگم، اونجا اینجوری بود که خیلی انگار درد و دلی قراره با مخاطب صحبت شد. ولی بذار بریم. جالبه، من منابع الهام کوروش تو این آلبوم کلا جالب بوده تا الان. یه دونه ترک جاز هیپ هاپ تور داشتیم، ترک کافه‌ایه بود، کافه‌ای چهار ولی اصریه. از اون طرف تو این خونه که اینسپایر شده بود از سری ترک های جیمز دین سیناترا، یه اسمی بره توش، اسم یک آرتیست جاز کلا جاز باز جاز خیلی اینسپایرش کرده، مثل اینکه توی سری ترک های آلبوم. ای تنها در خانه، تهران همه هنگ بامه، داشم همه رضا پروانه، بعد خون با دیاز بسته روی سه تا خط داره. تنها در خانه، پلیه تو چند تا برنامه، داشم همه رضا پروانه، بعد خون توبه کردی و همین آقا فرزانه. الیم و جنس مرکه، کوکو کس و گل که فلک. نه خیلی ربطی به چیز نداره این که بیاد مثلا انگار صحبت سر سخن سر خاک سپاری میرن سخنرانی میکنن. مثلا اون آوتروهای اون آلبومی که گفتم اینجوری بود، اینجا نه، این ترک رو بیده بود. داشتم همه رضا پروانه، بخوام توبه کردی و همین آقا فرزانه. الیم و جنس مرکه، کوکو کس و گل که فلکس نرکه، جام تو چارت مثل اسم ها؟ خب از این بعد میلی باید به چی دقت کنیم؟ به این که آیا خود کوروش فلکس میکنه؟ کاش اینو زودتر میشنیدم، چون راجب اینجوری صحبت میکنه ولی نمیدونیم فلکس میکنه یا نه. همین دیگه، ولی به قصد برگ کردم، به قصد فلکس کردم این چیزا رو میگه، چون دقیقاً راجب اینجوری صحبت میکنه. کوری وانس راجب دافی و کوکو برف و فیدان کس و گل که فرزانه، ولی فلش بومه. الیم و جنس مرکه، کوکو کس و گل که فلکس نرکه، جام تو چارت مثل اسمم یکه، کوری ما سخن اسم نرکه، جام تو چارت مثل اسمم یکه، بهتری پادکست دنیا اسم نرکه، کوری ما سخن قه هرس نرکه، من دیگه نمیگیره کنه بیس، رو خط عمرم بیام مثل فیت تراویس. ای وای خبر رو زود کنه بیس، رو خط عمرم بیام مثل فیت تراویس. ای وای خبر رو زود میرسه عزیز، جای جی اف مریضه توی دی ام من نیست. همه تونم جامو بلدیم، هرچی برف بود تو ویلا رو پارو کردیم، دماغه یا جارو بردیم. خب این فلکس بود یا نه؟ الان توی دی ام من نیست، همه تونم جامو بلدیم، هرچی برف بود تو ویلا رو پارو کردیم، دماغه یا جارو بردیم. چه قیب میکنه ولی جادوگر نیم، خوب بلدن
چه غیب میکنه آوری آنی دارو برقی به چه غیب میکنه ولی جادوگرنی خوب ساکر بازی و گرگارون بگیریم یا میشه رادیو پون ها آشنایی با مثل ماهی با قولا چون منو رف با مثل سپاهیم با وایسا بلدن این بازی و گرگارون بگیریم یا میشه رادیو پون ها آشنایی با مثل ماهی با قولا چون منو رف با مثل سپاهیم با سهراب خب باید ببینم سهراب اینجا به این بیت واکنششون داده بود کوروش رسل من تو رسانه ها دیدم من خود کوروش نمیدونم منظور چی بود اینا ولی یه چیزی دیدم که مثلا کوروش گفته که خودگیرتو خاموش کن تا به در نخوره من اصلا منظورم با تو نبود یه همچین چیزی میگم من تو رسانه ها دیدم شاید کلیک بیت بوده شاید فیک نیوز بوده واقعا ولی اینجوری دیدم ولی این بیت معلومه منظور سهراب اینجاست تابلو منظور سهراب اینجاست وگرنه کلمه سهرابو میگفت آخه دلیل دیگه ای نداره اینو بگه سهراب سپهری که نه رستم و سهراب میدونه بگه ولی چیزی که ذهن تو رو ببره اونور نداره همه چیزا رو همه شواهد بر اینه که منظور سهراب اینجاست خیلی بمب ترک تهران هماهنگ با من داشو منه رضا پروانه با دیداس بسته اون سه تا خط داره تنها در خانه پلیه تو چند تا برنامه داشتم همه رضا پروانه بعد خم توبه کردی و همین ناقا فرزانه فکر کنم ترند موندگاریه حالا بوم بف چقدر کوروش رو بوم بف میشینه چقدر راه چقدر جایگزین خوبیه برای خارج شد برای چیز جدید ساخت برای قهوه رو میدید بکنه کسی که میخواد عطر بخره دماغش خال چی میگن خونسا میکنه بوی تو دماغشو بوم بف دقیقا همونه انگار باعث میشه یادمون بره کوروش ترپی رو گوشو از یه نواختی کوروش ترپی ترپر خلوت میکنه حالا مثلا یه آلبوم باید بوم بف بده کلا حالا بر صورت این بود ترک تی دی کی نفهمیدم مخففه چیه دقیقه وایسا تنها در خانه فهمیدم مخففه چیه این بود ترک تنها در خانه ترک آتروی آلبوم ترک اول راجب ترک صحبت کنم بر راجب کلیت آلبوم میگم امضای کوروش دومین جاییه که داریم بوم بپ میشنمیمش توی این آلبوم بعد از شاری خیلی بوم بود فلوهاش خیلی تمیز بود اصلا کوروش هاردکور کوروش خیلی بمبه مثلا ما یادمون رفته انقدر کوروش نرم شده یادمون رفته هاردکور کوروش خفن بود یادمون رفته چرا الگو که نگم مورد علاقه یه سری از رپرهای هاردکورمونه میگیری چی میگم من خودم بعضی وقتا بعضی از آرتیستای هاردکور مثل سجاد چایی مثل علیز میگفتم من کوروش خیلی دوست دارم من چون کوروشو خیلی من به موزیکای به روز و گوش میدم موزیکای قدیمی رو یادم میره به علاوه اینکه کوروش و آرتا اون دوره ای بودن که وانتونز اپیکور یه سری دیگه که یادم نیست یه دوره ای بودن که من خیلی رپ فارسی گوش نمیدم نه که اصلا گوش ندادم اون سمت رپ فارسی رو بیخیال شده بودم واقعا گوش نمیدادم به خاطر اینکه ساوند بزنم من گوش نمیدادم گارد داشتم واقعا مثلا آدم جدید گارد داشتم من میگم خود منم اینجوری بودم آدم جدید گوش نمیدادم پیشرو بد شده بود من حالا پیشرو بودم دیگه پیشرو مثلا حال نمیداد دیگه بقیه رپ فارسی هم بهم حال نمیداد طبیعتا گوش نمیدادم لج کرده بودم با خودم ولی میگم من انقدر کوروش ملایم و ملو و لاور و پارتیکون و مثلا خوشتیب ترتمیز و پولیش زده و شسته رفته رو شنیده بودم یادم رفته بود کوروش خشنه رو کوروش هاردکور رو میگم خیلی خطونشون طور بود ترک به نظر من خیلی اعلام آمادگی کردن خیلی اون خودزنی قبل دعوا است میکنی نشون بدی که من چقدر کس خونم تو مایا بود ترک اعلام جنگ نبود ولی خطونشون کشی بود که به نظر من به نحو احسن انجام داد هم بیت های جذاب هم شاه بیت های جذاب توش نوشته بود هم کورس خیلی کورس کچی بود هم فلو باحاله هم خیلی خوب قافیه می نویسه توی این ترک ها اهمیت توی ترک های بومبب اهمیت قافیه خیلی بیشتره از ترک های ترپ
چفت بودنشون خیلی مهمتره، چون که خب همه چیز ساده است. قافیه خب خیلی اهم، خیلی بولد میشه وقتی همه چیز ساده است. وقتی تو خیلی قرار نیست فلو سویچ بزنی، فلو حدودن یه چیزه، تو قافیه رو بیشتر باید تمرکز بذاری روش دیگه. و قافیه های تمیزی هم نوشته بود، کلن ترک ترک جذابی بود. من میگم سیکوینسینگ آلبوم به این صورت بود که میدونست این ترک قرار اتنشن با خودش بیاره، چون دوتا تیکه داشت به اقصا نقاط رپ فارسی، به خاطر همین این ترک رو گذاشته آوترو. احتمال زیاد ایده هوشمندانه یه نشون دهنده اینه که به ابعاد دیگری جز نوشتن و موزیک ساختن هم دقت میکنه کوروش، چون آلبوم بستن مستلزم اینه که شما به یه سری چیز دیگه هم توجه کنی، به پروموت کردنش توجه کنی، مارکتینگش توجه کنی، پادکست تور، چه میدونم مدیا تور بعدش مثلا توجه کنی، به تورهای مثلا اجرا، تور فیزیکی هم، تور فیزیکی اشتباهه، تور دیگه، تور بعدش اجرا کنی، به همه چیز دقت کنی. و از جمله این که به سیکوینسینگش و جایگیری ترک هم خیلی باید توجه شه. در کل آلبوم جالبی بود. ببین اگر بخوایم نگاه کنیم، بگردیم ببینیم که این آلبوم چند تا سینگل هیت یا ترکی که در حد سینگل ترک های کوروش هیت شده باشه داشت، ولی خوبه یکی از ترک های این آلبوم بود که به نظر من اونقدر هیت نشد. یالا ترکی بود که با بزیله اومد تابستون پارسال فکر کنم هیت شد. دشت پروانه ها بود به صورت سینگل اومد و هیت شد. رولت اومد به صورت سینگل اومد و هیت شد. کولاک باز اونقدر هیت نشد از نظر رولت، از نظر دشت پروانه خب هیت نشد. تو این خونه ویو هم یه هیت شده، ولی خب من کمتر شنیدم این منو بر، ولی خب طبق ویو بیش بریم هیت شده. و اگر کوروش سینگل دهنده، سینگل ریلیز کننده رو مقایسه کنیم با کوروش آلبوم ریلیز کننده، یکی بچه‌ها دیدم کامنت گذاشته بود که توجیه فرشاد 54 ساله بود اگه اشتباه نکنم، فرشاد 54 ساله کامنت گذاشته بود که چه توجیهی داره یه نفر بیاد آلبوم بده با توجه به اینکه کیفیت سینگل ترکاش بیشتره. همون تی ریاکشن ها توضیح دادم، آلبوم یه سری یه بستری فراهم میکنه برای آرتیست که ارتباط بیشتری برقرار کنه با مخاطبای هاردکورش. معمولا توی سینگل بیرون دادن استراتژی اینه که اون سینگل هیچ شه، بی توجه به این که من میخوام مثلا، یعنی کمتر به این موضوع توجه میشه که من مثلا میخوام ساوند خودم و کوالیتیشو ببرم بالا. نه، معمولا تو جایگاه آرتیستی مثل کوروش که جایگاه سیف و جایگاه ثابت شده ایه و یه مجموعه ابزار داری که بگوزی با اون ابزارا هیت میشه، آزمایش کردن کار سخت‌تریه. معمولا آلبوم برای آرتیست های بزرگ این مدلیه که مثلا برای تجربه عمیق موزیک تو رو گوش دادن، برای اینکه بخوای تجربه عمیقی به مخاطبت از شنیدن موزیکت منتقل کنی، معمولا یه سری ترک های شخصی تر توش میذاری، یه سری ترک هایی که آزمایش قراره بکنی. حالا این آلبوم به نظر من ترکی شخصی خیلی نداشت، جاش بود داشته باشه، هم تایتل خیلی میطلبید، هم کلا اینقدر بنگر داشت. من میگم احساس میکنم جا برای کانسپت های یه مقدار عمیق تر و یه مقدار شخصی تر وجود داشت، اما برداشت من از تنها در خانه که تایتل ترکه، تایتل آلبومه، مخصوصا حالا با شنیدن ترک آترو، یک برداشت دیگه است. این برداشتی نیست که واجی من چقدر تنهام، گناه دارم، نه، برداشت اینه که من تنهام، بیاین جلو ننتون رو بگم. یه چنین روکر کوروش تخص رو داریم، یعنی تنها در تخص تنهاییم، یعنی مثل گرگ تنهاییم، نه مثل گرازی که افتاده یه گوشه قراره شکار شه. میگم به نظر من یه مقدار جا برای چشم میگفتم راجع به اینکه چرا مثلا آلبوم باید بدیم و این چیزا که فرشاد 54 ساله داشت راجع به صحبت میکرد. یکی از مهمترین چیزها دلایل آلبوم دادن اینه که خب استریم آلبوم مثلا فرق داره، اون بوستی که میکنه پلیات و مانتلیات و توی اسپاتی یا حالا هر جایی هر پلتفرم دیگه اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی ولید میکنه چی میگن کاراکتر و کریر آدمو، خیلی اعتبار میبخشه، خیلی ارزش بزرگیه. یه آرتیست بدون آلبوم خیلی جا برای انتقاد داره، خیلی جا برای اثبات، چیز برای اثبات کردن داره. کوروش امسال آلبوم نداده بود، هر سال میدونیم یه آلبوم میده، این آلبومی بود که سال گذشته داشتش کار میکرد، که میگم توی این جایگاه به نظر من آلبوم باید وجود داشته باشه. و کوروش سعی کرده بود به جای اینکه به حالا ابعاد شخصیش بیشتر بپردازه توی آلبوم و حالا یه تجربه
خالص در اختیار مخاطب بذاره، سعی کرده بود امضاشو تست کنه توی این آلبوم، یعنی با امضاش ور بره، با امضاهاش، با ابزارهاش، با دلیوری یا با بیت هایی که انتخاب میکنه، به هر نحوی که تونسته بود سعی کرده بود از کامفورت زونش بیاد بیرون. یه سری آزمایشی که کرده بود، گفتم یه سری به نظرم شکست خورده بود، یه سری به نظرم موفق تر بود، مثلا سزار سالاد یا سیزار سالاد به نظر من آزمایشی بود که میتونست خیلی بهتر عمل کنه. از اون طرف کازابلانکا آزمایشی بود که جالب بود، باز یک کم بهتر میتونست عمل کنه. لیریکسش خیلی اذیت کرد من اون ترک اصلا نهایتم. از اون طرف ترک فرقالالا فیتسیا آزمایشی بود که آزمایش کمتر اتفاق افتاده بود، یعنی خیلی کار پیچیده، خیلی کار خارج از کوروش وانتونزی، خیلی کار خارج از کامفورت زونش کوروش نکرده بود، یک کم خارج از کامفورت زونش بود، اما خروجی بی‌نظیر شده بود به نظر من نسبت به بقیه ترک‌های آلبوم. و میگم کوروش سعی کرده بود اینجور چیزا رو امتحان، چیزای مختلف، ساوندای مختلف رو امتحان کنه، که یه سری چیزا هم خروجی جالب هم در اومده بود. مهمتر از خروجی به نظرم یه سری تجربه جالب احتمالاً داشته از این آلبوم، با توجه به اینکه خیلی بار آلبوم روی دوش خودش بوده، بیشتر ترک‌های سولو داشتیم توی این آلبوم تا ترک‌های فیت. نه 6 تا ترک سولو داشتیم، 13 تا فیت. اصلا درست نمیگم، ولی خب ترک‌های نمیدونم from scratch ساختن یا چی، من احساس میکنم خروش خیلی خسته شده بعد این آلبوم، نمیدونم یه همچین حسی دارم. ولی از ابعاد مختلف آلبوم میخوام صحبت کنم، خیلی طولانی میشه، امیدوارم حوصله داشته باشید، سعی میکنم کوتاه بگم. من پروداکشن هایی که پیش گرفته شده بود، بیت هایی که انتخاب شده بود، ساوند ها، چه میدونم میکس ها پروداکشن که میگم کلا منظورم اینجور چیزاست، تکنیک های پرفورمنس ها، تکنیک هایی که توی میکس و مسترینگ و اینا استفاده شده، که حالا یه سریشو میدونم، خود تکنیکو شاید ندونم ولی خروجیشو به هر حال میشنوم. اگر راجع به این موضوع بخوایم صحبت کنیم، کوروش به نظرم راه داره یه مقدار از به نظرم باز داشت امن بازی میکرد، میگید چی میگم، بجز شاری، بجز امن بازی میکرد، که اینجوری بهتون بگم که با پرودوسر جدید کار نمیکرد، نه اینکه بیت جدید انتخاب نمیکرد. پرودوسر جدید داشت، آقا متریکال مثلا یکی از پرودوسرهایی که فکر کنم یه بار تو یکی از کارهای دیگه کوروش، نه متریکال توی سوت قطار سامیلو بود، متریکال اسمش رو دور و بر بچه‌ها میشنوام ولی نه اونقدر. ولی میبینی بحثم چیه؟ بحثم اینه که درسته ما بیت بومبپ داشتیم، بیت جاز داشتیم، بیت پارتی عجیب غریب داشتیم، بیت مثلا ترک کازابلانکا رو داشتیم، اینا بیت های جدیدی بودن، ولی من حس میکنم پرودوسر جدیدی تجربه جدیدی همراه خودش تو آلبوم نیورده بود، میگیری چی میگم؟ بیت ها با اینکه جدید بودن باز یه چیه چو صدای کوروش میدادن، یعنی از این نظر بذار فکرامو جمع کنم بهتون بگم منظورم دقیق چیه، خوشگل بتونم بهتون بگم. مثلا ترک شاری نگاه کنید، یه چرکی رو بیت، از من بیتو میشنم یاد مازندران میافتم. من چنین حسی، حتی اگر مثلا یه چنین بیتی پرودوسرای خود دور و بر کوروش اگه بخوام بزنم واسه کوروش، بیت باز صدای کوروش میگیره، یعنی اون صدایی که پرودوسر تو ذهنشه، اون تجربیاتی که تو ذهنشه، اون ایده‌ای که تو ذهنشه، احساس کنم فیلتر شده بود. اگرم با پرودوسر جدیدی کار کرده بود، یه سری ترک‌ها چون کردیت نداشت من درست ندیدم، یا نداشت من درست ندیدم، یعنی که این دو تا بیتا خیلی صدای کوروش میدادن، یعنی حتی اگه بومبپ بیت بومبپی هم داشتیم به جز شاری، باز صدای وانتونز میداد. یه مقدار از این نظر به نظرم راه داشت که با پرودوسر جدید، یعنی راه حل واقعا این چیزی که من میگم پرودوسر جدید، چون پرودوسر هر کی تو زندگیش، یه آدم تو زندگیش نمیتونه تمام ساندا رو بهش مستر شه، خب هر کسی یه سری چیز مورد علاقه شه و تو ساخت یه سری چیز تبحر داره، و از این نظر میگم با آدم جدید و متفاوت کار کردن باعث میشه که یه سری آدما بهترین چیزه، یه سری آدما رو تو بتونی ازشون استفاده کنی، همین. یعنی یه آدم، دو تا آدم، سه تا آدم، این سه تا آدم هر کدوم تو دو تا چیز بهترین باشن، تو میتونی 6 تا از بهترین ساوندای مثلا رپ رو استفاده کنی، خب و چقدر تعداد این آدما بیشتر شه، خب بهترینای مختلفی رو میتونی انجام کنی. این از این کانسپت هم که راجع به صحبت کردیم، این ترک، این آلبوم آلبوم کم کانسپتی نبود، ما ترک دشت پروانه ها رو داشتیم، ما ترک آدم های کیکی رو داشتیم که نمونه این کانسپت و این چی میگن ایده موزیک توی رپ فارسی کنه زیاد نیست، آدم های کیکی خیلی نزدیک به قلب کوروش و احساس میکنم آدم های عالم حروف تر بود، یا مثلا هوملون ایده جالبی داره، ایده ای که حتی تو اجرا من نظر من تا حد
معقولی جالب در اومده، ایده این که پراکندگی و آشفتگی افکار رو اینجوری بیاریم تبدیل به ساوند و صدا کنیم. ولی میگم به نظرم حداقل به ایده هایی که وجود داشت اونقدر جذاب حداقل پرداخته نشد. مثلا ترک هوملون که تایتل ترک آلبومه، من خیلی پتانسیل تو اون ترک میدیدم. ترکی هم بود که واقعا بدم نمیاد، اولین بار که گوش دادم من میگم 6.5 بودم با ترک، ولی حس میکنم خیلی این سایت های بهتری میتونستیم داشته باشیم از کوروش، چون موقعیتیه که خیلی انتزاعی میتونه هوملون رو استفاده کنه. میگیری چی میگم؟ دلیل برای تنها دوست داشتن تنهایی زیاد داره کوروش حس میکنم، ولی خب خیلی سطحی به نظر من پرداخته بود. یا مثلا ترک آدمایی کی که مثلا بزرگترین هم عدم همخوانی ایده و اجرا به نظر من تو اون ترک اتفاق افتاده بود. ایده ترک خیلی ناب و پیور بود، اجرا مونتا خیلی دیگه سطحی شده بود. در حد 4 تا بیت پرداخته بود به این ایده، به این نابی. و میگم جا برای پرداختن حداقل به ایده های، چون اگر ایده متفاوتی هم بود خوب پرداخت نشده بود بهش. و راجع به فیچرا هم صحبت کنیم، حضور یه سری آدم که خب قابل پیش بینی، حضور هومان خیلی قابل پیش بینیه، اینکه رون یا آرون به قول ما احمقای ذاتی توی آلبوم نبود عجیبه، اینکه سیاه بود تو آلبوم و یکی از بهترین ترک‌های آلبومو داشت و کوروش عجیب بود، حضور ویناک و هیپابولوژیست که قطعا بزرگترین فیچر این آلبوم به حساب میاد و بزرگترین ترک آلبوم هم ساختن طبیعتا. از لحاظ لیریسیزم هم بخوام صحبت کنیم، من لیریسیزم خیلی سطحی تری بجز تو دو سه تا ترک، مثلا ترک شاری یا تو ترک تی دی کی ترک آخر، به نظرم لیریسیزم کوروش جالب بود. باقی ترک های آلبوم خیلی لیریسیزمه، خیلی مید، یعنی ما کوروشو اصلا نیش زبون کوروشه که یکی از چیزهایی که من کوروشو بهش میشستم اون نیش زبونشه، زبونش نیش داره، اصلا هیچ خبری از اون نیشه نبود. اون نیشهی که میگم صرفا تو دیس کردن نیستا، نیشه چیز نافذ زبونش، قلمش. اون نافذ بودن تو دو تا ترک بیشتر من ندیدم اینجا و بیشتر نمیدونم تو چه شرایطی نوشته بود. این ترک های جدید آلبوم میگم، اون ترک قبلی ها رو نمیدونم، مثلا دشت پروانه بود ترک موفق بود واقعا، ولی توی موقعیت معمولی، توی معمولی ترین موقعیت خودش بود و سطح خودش بود از لحاظ لیریسیزم توی این آلبوم کوروش به نظر من. و جالب بود در کل ترک ببین خیلی باحاله، من آلبوم نگاه میکنم مثلا ترک هایی که قبلا اومده، تایم زماندار بودن موزیک های رپ فارسی رو دارم بهشون پی ببرم، یعنی هرچی بیشتر جلو میریم ترک ها خیلی مصرفی تر و خیلی تاریخ انقضا دارتر میشن. مثلا قدیم واقعا شاید مثلا کوروش، چون تو اسنارم نشیم راجع به صحبت کنیم، قشنگ یادمه یه موضوعی که کوروش راجع به صحبت کرد، راجع به لانجویتی، راجع به تایملس بودن ترکی که میسازی. هرچی بیشتر پیش میری من مطمئنم مثلا ترک های هیته، مثلا نگاه کن ولی خوبه، اصلا کولاک یادمه وقتی اومد کولاک همون ترکیه که کوری وانس کردی دوستان فرمی دیگه، اصلا میگیری چی میگم؟ انقدر هم رقیب زیاده هم کار خوب زیاده، نه تنها کیفیت کار رپرا زیاد شده که خیلی داره ترک ها موزود منقضی میشه، مگر اینکه ترک اینقدر خاص مثل دشت پروانه بسیز. در صورت تبدیل تجربه اولین بار شنیدن آلبوم در کل واسه من چیزی تو مایه های من 6 هم مایه آلبوم به نظر من یه سری چیزها ارزشمند بود، مثل آزمایش متعددی که کوروش کرده بود، یه سری چیزها و روی یه سری حتی روی خط قدیمی و روی چون میگم توی کامفورت زون عمل کردن های کوروش هم باحال شده بود، مثل کورس ترک ما میزنیم مثلا. ولی از اون طرف یه سری چیزا منجر شده بود به خراب شدن خروجی به نظر من، اینا همش نظر شخصی منه، مثل لیریسیزم توی ترک کازابلانکا، مثل کم ایده بودن توی ترک آدمای کی با اینکه خیلی ترک پر پتانسیلی بود. و در کل میگم برای من بعد از اولین بار شنیدن چیزی تو مایه 6 تجربه شنیدن این آلبوم. شما نظرتون راجع به این آلبوم، راجع به این ترک و راجع به این ویدیو بنویسید تو کامنت. لایک و دیسلایک برای اینه که بگید ویدیو رو دوست داشتید یا دوست نداشتید. فورگنگ توی کامنت بنویسید، اگر نظر دیگه ای نداشتید، اگر نظر دیگه ای داشتید حتما بنویسید که راجع به این موزیک اگه اینجا صحبت نکنیم کجا صحبت کنیم دیگه. سابسکرایب یادتون نره اگر ویدیوهای کانال رو دوست دارید.
زنگوله بغل سابسکرایب یادتون نره اگر ویدیوها رو دنبال میکنید و میخواید جانمونید و اگر نه این برای اولی ویدیو تا ویدیوی بعدی فور گنگ.